اتحادیه و دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی سیستم‌های نرم افزار از دانشگاه اصفهان، نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران آماده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضار محترم و جناب آقای روحانی. ضمن تشکر بابت فرصتی که در این روز در اختیار دانشجویان قرار داده اید، متناسب با روز دانشجو نکاتی را عرض می نمایم. پاییز آخر دولت 11 است و طبیعتاً مجاری برای طرح موضوعات تازه فراهم نیست، چرا که انبوهی از وعده‌های عمل نشده و شعارهای برزمین مانده جنابتان هنوز در گوش مردم است. به این روزها مردم از خود سوال می‌پرسند: سرنوشت تدبیری که وعده داده شده بود چه شد؟ 3 سال از بهترین سال‌هایی که می‌توانستید برای حل مشکلات کشور تلاش کنید، با تمام توان برای انعقاد قراردادی صرف کردید که اکنون مانند آب خوردن نقص شده است. همان آب خوردنی که آن را هم به رفع تحریم‌ها گره زده بودید. برجام جوان مرگ شد و ما به خاطر هزینه‌های سنگین و غیرقابل بازگشتی که به ملت تحمیل شد از نقض این معاهده ناراحتیم. اما آنچه بیشتر ما این ناراحتی سیاست شخص شما در پیوند زدن همه موضوعات به مذاکرات هسته‌ای بود. شما برام بودید تا با دستور و بخشنامه برجام را آفتابی تابان و موهبتی الهی توصیف کنید. دستور دادید برجام در مدارس تدریس شود و به نماد انرژی هسته‌ای پشت اسکناس‌های 5000 تومانی هم رحم نکردید. غافل از اینکه کارآمدی برجام به اینها نبود، به جیب مردم بود، به سفره خانواده ها بود، به چرخیدن چرخ زندگی ملت بود، به ارج و آزمایش و 12000 واحد تولیدی بود که در دولت حضرت عالی تعطیل شد، آن هم به واسطه واردات ابزار گسیخته و بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از توپ بدمینتون تا سنگ قبر. آقای دکتر روحانی، متاسفانه شواهد روشنی بر عادی شدن فساد در دولت حضرت عالی وجود دارد. مدیری که در دولت شما خائنانه 57 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کرد، توسط سخنگوی دولت ذخیره نظام معرفی می‌شود. مردم نمی‌خواهند رئیس جمهور در مقام دفاع از مقتدان توجیه به تراشده و تغییر ادبیات دزدی 8000 میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقات بانکی بنامد، در حالی که می‌داند هستند فرهنگیان، کارمندان و کارگرانی که با حقوق‌های ناچیز روزگار می‌گذرانند. شب پرداخت یارانه 45500 تومانی برای دولت این مصیبت عظماست که در فیش نجومی مدیرانش حق اوقات فراغت فرزندان وجود دارد. در کشوری که میلیون‌ها نفر از حداقل‌ها محرومند، وزرای 1000 میلیاردی شما با درد مردم بیگانند. وزیری که تمام کارنامه‌اش در حوزه راه و مسکن با واژه آشنای تقریباً هیچ قابل توصیف است، با یادآوری بیمه بودن قربانیان حادثه قطار به زخم مردم نمک می‌پاشد. وزیر دیگری که شما او را پدر صنعت خوانده‌اید، متأسفانه الحق و الانصاف به خوبی پدر صنعت این مملکت را درآورده است. قرار بود 100 روز مشکلات را حل کنید. قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد شود. قرار بود در نخستین گام بیکاری کاهش پیدا کند. اما متاسفانه در فساد اقتصادی رکورد زدید، در ثبت بالاترین رقم بیکاری پس از انقلاب رکورد زدید، در تعطیلی هزاران بنگاه تولیدی رکورد شکستید، در واردات بنزین و سنگ پا هم رکورد شکستید. با این همه ریاست محترم جمهور مانند شعارهای شب انتخابات 92 به جای اقدام و عمل هنوز هم در مقام مطالبه و انتقاد و اعتراض از مسائل و مشکلات برمی آیند. گویا این مردم هستند که باید شرمسار کاستی ها و نواقص باشند. جناب آقای دکتر روحانی، تمام این اتفاقات در حالی رخ داده است که نظام اسلامی با بیشترین انعطاف به استقبال ایده های دولت برای رفع مشکلات کشور رفت و هر آنچه که برای عمل به وعده های خود نیاز داشتید در اختیار شما قرار داد. به راحتی مذاکره کردید و آنچه می‌خواستید خیلی سریع در داخل مورد تصویب قرار گرفت. حتی از بعضی خط قرمزها عبور کردید. با این وجود در حل مشکلات اساسی کشور ناتوان بودید. بدانید قطار ناکارآمدی دولت با صدقه حکومتی به ریل باز نخواهد گشت. اکنون که دیگر فاتحه برجام را خوانده‌اند، در این فرصت باقی مانده برای حل مشکلات واقعی مردم فکری بیاندیشید، با مردم رو راست باشید و به خاطر آنچه وعده داده اید و عملی نشد از این ملت شریف عذرخواهی کنید. ما قطعا از شما در راستای عمل به وظایف حمایت می‌کنیم. جناب آقای مرادی، وقت شما به پایان رسید. ممنون و متشکرم.